سرخط خبرها، دردسر طالبان برای استرالیا، قاچاق شیشه افغانستان با استرالیا افزایش یافته است. محقق در 3 سالگی توافقنامه دوحه از سند تبعی ملت افغانستان انتقاد کرد. نام مارشال دوستم برای همیشه از شمال پاک شد. خبری که با شنیدنش مو در بدن راست می شود. جنایت وحشتناک دیگر در افغانستان امروز رقم خورد. شماری از نظامیان پیشین افغانستان در ایران به کارهای شاقه مصروفند. مشروع خبرها. پلیس استرالیا می گوید که گروه های تبهکار در همکاری با قاچاقچیان افغان قاچاق ماده مخدر معروف به شیشه را با استرالیا افزایش دادند. پلیس می افزاید که قاچاق شیشه از افغانستان به این کشور از به قدرت رسیدن این گروه زیاد شده است. به نقل از تلویزیون استرالیایی ABC، سال گذشته پلیس مرزی استرالیا 26 کیلوگرم شیشه تولید شده در افغانستان را کشف و ضبط کرد. این تنها بخشی از دردسر شیشه برای استرالیا است. پلیس در این سال توانست که مجموعاً حدود 250 کیلوگرم شیشه به ارزش 152 میلیون دلار را قبل از ورود به استرالیا ضبط کند. محقق در 3 سالگی توافقنامه دوحه از سند تبعی ملت افغانستان انتقاد کرد. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان در کنار دیگر سیاستمداران برجسته از توافقنامه دوحه در سال روز امضای آن انتقاد کرد. آقای محقق در تویتر نوشت که این توافقنامه از سند تبعی ملت افغانستان، سند قتل ده ها هزار تن از نظامیان پیشین و سند مهاجرت میلیون ها انسان است. او در این تویت با لحن شدید از امریکا برای امضای این توافقنامه که منجر به خروج نیروهایش از افغانستان شد انتقاد کرد و این کشور را یک قدرت پوشالی توصیف کرد. صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت نیز گفت که این توافقنامه تنها در خدمت قدرت بخشیدن به یک گروه افرادی قرار گرفت. او طالبان را گروه دانست که از مرگ و ویرانی تغذیه می کند. در کابل، طالبان روز امضای توافقنامه را به عنوان روز سرنگونی امپراتوری آمریکا در افغانستان تجلیل کردند، اما در عین حال از کشورهای غربی خواستند که با دولت طالبان ارتباط برقرار کنند. مختار وفایی، طالبان جوزجانی 3 سالگی توافقنامه دوحه را در قصر مارشال دوستم جشن گرفتند. قصر دوستم محل برگزاری همایش‌های سیاسی حزب جنبش ملی در شمال افغانستان بود. فرمانده پیشین پلیس بکخیل پکتیکا پس از دستگیری از سوی جنگجویان گروه طالبان به قتل رسید. فرمانده پیشین پلیس ولسوالی بکخیل ولایت پکتیکا یک روز پس از دستگیری از سوی جنگجویان گروه طالبان به قتل رسید. نزدیکان بدرالدین حیدری فرمانده پیشین پلیس ولسوالی بکخیل ولایت پکتیکا شام روز چهارشنبه خبر قتل او را تایید کردند. روز گذشته منابع گفته بودند که بدرالدین حیدری از سوی جنگجویان گروه طالبان در مرکز ولایت خوست دستگیر شده است. طالبان خبر دستگیری او را رد کرده بودند. اکنون نزدیکان وی میگوید که او پس از فرو افتادن نظام جمهوری به دست طالبان به پاکستان رفته بود و روز گذشته از طریق بندر غلام خان وارد ولایت خوست شده بود. با گفته یکی از نزدیکان این نظامی پیشین یکی از دوستان او از ولایت پکتیکا برایش پول حواله کرده بود و او هنگامی که میخواست پول را از صرافی بگیرد از سوی جنگجویان گروه طالبان شناسایی و دستگیر شده بود. منبع گفت که جنگجویان گروه طالبان بدرالدین حیدری را به همکاری با جبهه مقاومت متهم کرده و گفتند که وی برای افراد این جبهه پول انتقال میداده است. شماری از نظامیان پیشین افغانستان در ایران به کارهای شاقه مصروفند. شماری از نیروهای ویژه امنیت ملی و افسران بلندپایه پیشین افغانستان که به ایران پناهنده شدند به کارهای شاقه روی آورده و میگویند که با مشکلات اقتصادی مواجهند. یکی از این افسران دگروال سید رضا محمدی است که اکنون در یکی از شهرک‌های مسکونی تهران به عنوان نگهبان مشغول به کار است. او گفت از ساعت 8 شب تا 8 صبح کار میکنم. من و همکارانم که در ایران زندگی میکنیم با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. ما در ایران کارهای سخت انجام دادیم تا نفقه فرزندان خود را فراهم کنیم. محمدی افزود که در دومین روز فروپاشی جمهوریت به دلیل مشکلات امنیتی قاچاقی به ایران رفت و 18 شبانه روز را در راه سپری کرد و پس از مواجهه با مشکلات فراوان به تهران رسید.
پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان و تسلط مجدد طالبان، تعداد از سربازان افغان به دلیل آنچه تهدیدات امنیتی نامیدند از افغانستان فرار کردند و به کشورهای همسایه از جمله ایران پناه بردند. دگروال همایون شمس، رئیس پیشین مخابرات و تکنولوژی نیروهای ویژه امنیت ملی، میگویند که در یک فابریکه برای تامین معیشت خانواده اش کار میکند. او شایعات را رد کرده که گویا حکومت ایران از سربازان سابق نیروهای ویژه افغانستان به عنوان ابزار استفاده میکند و آنها را به جنگ سوریه و اوکراین میفرستد. دگروال سید انبیا سادات، افسر سابق نیروهای ویژه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، نیز همکنون در یک شرکت ساختمانی کار میکند. او گفت بر علاوه این چند گوسفند را هم به عنوان چوپان نگهداری میکنم. کار میکنم تا برای خودم و خانواده‌ام رزق حلال فراهم کنم. سعداد افزود 9 هود روز ملی سرباز مبارک. متاسفانه سربازانی که ایثار کردند امروز نمیتوانند این روز را جشن بگیرند و نمیتوانند در کشور خود راحت زندگی کنند. یکی دیگر از افسران سابق افغان به نام سریقی پس از اخراج یک رستوران به دلیل نداشتن مدارک شناسایی اکنون در مغازه کفاشی در ایران کار میکند. او گفت من افسر سابق نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان هستم، اکنون در ایران زندگی میکنم، اینجا کفش میدوزم. پس از سقوط افغانستان اوضاع بدتر شد، برای خودم و خانواده‌ام به ایران آمدم. شمار از سربازان سابق در افغانستان ماندن نیست وضعیت خود را سخت و نگران کننده میگویند. خانمی که نمیخواهد نامش فاش شود میگوید که قبلا در اردو کار میکرد، پس از سقوط جمهوری اخراج شده و در حال حاضر با سختی های زندگی مواجه است. او گفت برای آزادی و سعادت مردم افغانستان و به خاطر منافع ملی و صلح کشور در کنار سایر سربازان شجاع وظیفه خود را صادقانه انجام دادم. بیشتر زنان اردو سرپرست خانواده و نانآور بودند. من یکی از آنان زنان هستم که شوهرم را زودتر از دست دادم و 3 دختر دارم که مسئولیت آنها بر دوش من است. در این 19 ماه زندگی سرگردان را سپری کردیم، سرگردان و با سرنوشت نامعلوم مواجهیم. جهان نیز ما را فراموش کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که حکومت آنان تلاش میکند تا فقر و محرومیت همه مردم را بدون توجه به این که در نظام کار میکنند یا نه از بین ببرد. او به صدای امریکا گفت طبیعی است که در برخی موارد افرادی که بخشی از یک پروسه هستند به ویژه در بخشهای نظامی همزمان با تحول خانه‌نشین میشوند و این یک روند عادی میباشد. به همین دلیل است که برخی افراد از جمله زنان ممکن است شغل خود را از دست داده باشند، اما این به این معنا نیست که کسی غمخور آنها نیست. در مجموع تلاش میشود تا برای مردم شغل ایجاد شود و فقر ریشه‌کن شود. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب و روزتان خوش.